با گرمترین سلام ها به همه شما دوستان عزیز سوری هستم صبح بر و شب فوق العاده خوبی رو برای یکایی که آرزو میکنم و دوستان عزیز ما شماره استودیو رو امروز اسی جان لطف کرده گذاشته و این برنامه لایف هستش بنابراین اگر که سوالی دارین از من در زمینه ورزش، تقضیه، سلامتی روح روان، مدیتیشن، گول سیتینگ، لایف کوچینگ توی زندگیتون گم کردین و سوالی دارین از من میتونین روی خط بیان شماره استودیو هست 818 جان بله ما داریم میبینیم 818 اون کار نمیکنه او دوستان این شماره کار نمیکنه خب اسی الان لطف میکنه که شماره استودیو رو براتون تایپ میکنه و میذاره خب دوستان عزیز در برنامه امروز میخوام راجع به چی صحبت بکنم یکی از مسائلی که در واقع موقع هم که داشتم درایو میکردم میامدم اینجا بهش فکر میکردم اینه که ما هنوز صد درصد مسئله لاچاقی و لاقریمون حل نشده یه ایشو بزرگیه که هنوز که هنوزه ماها کلن باهاش درگیر هستیم اما اگر که بخوام کاملا فکر بکنیم در این زمینه میبینیم که کاهش وزن من یا اضافه وزن من یا به طور کلی داشتن هیکل ایدئال من یکی از هدفهایی هستش که من توی زندگیم دارم و تمام هدفهای دیگه من هم برمیگرده به همون یکی یعنی اینکه اگر که ما موفق بشیم یک دونه هدف رو بهش برسیم میتونیم به هدفهای دیگمون هم برسیم درسته حالا یعنی چی یعنی اینکه فرزن ذهن من و شما یک پروگرامه یه برنامه است که با یک سیستمی کار میکنه اگر که اون پروگرام درست باشه فرقی نمیکنه که گول یا هدف شما چیه یکی 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 به تمام اون هدف ها میتونیم برسیم ولی اگر اون پروگرامه عیب و نقص داشته باشه یا درست نباشه شما باید اون پروگرامی رو پیدا بکنین که نه تنها به کاهش وزن شما بلکه به تمام هدف های دیگه شما میتونه کمک بکنه و کلا سیستم یکی هستش خب چند روزی بود که چند روزی که نه یه دورانی بود که من خودم یه مقدار درگیر شده بودن با قضیه اگزما اگزما هم که میدونیم بالاخره یا شما خودتون اکسپرینس کردین یا توی خانوادتون بالا پایین پدر مادر بچه یه کسی مشکل اگزما داره و خیلی از موقع ها میبینیم که بچه هایی که جدیدن متولد میشن مشکل دارن با اگزما و اونم خشکی پوست هستش و خب برای مدتی من داشتم با این بالا پایین میکردم و داشتم فکر میکردم خب چه اتفاقی افتاد جا عوض کردم شاید این مسئله مال انوایرمنت شاید به خاطر اینکه فرضا این محیط زیستی من خیلی نزدیک به فریویه و ترافیک زیاده و دود اگزوز زیاده باز دوباره شک کردم گفتم که شاید ممکنه که آب اینجا درست نباشه آب تصویه شده خوبی نیستش بعد خب میریم فیلتر میگرفتم و فیلتر رو اومدم بستم که شابه رو نمیدونم همه چی آبش تغییر میشه و این مسئله عوض نمیشد و باز هم من این قضیه رو داشتم خب میرفتم تو استخ شنا میکردم منم که میدونیم درسته که زمستونه ولی در کالیفرنیا هوای ما ماشالله ماشالله بزنیم به تخته تابستون دیگه الان در ماه جنیوری خلاصه تو استخ میرفتیم ایریتیت می شد خراب میشد نمیدونم بادم جون میخوردم گوجه فرنگی میخوردم میدم دو مرتبه میشه بیشتر خشکه زیر رو میشه بنابراین همطوری که من رو میشناسین و همیشه هم میدونین من معتقد هستم که ما باید مسائل رو ریشه یابی بکنیم و ببینیم که اصلا ریشه اصلی قضیه چه و از اونجا مسئله رو حلش بکنیم نه اینکه بخوام یه چیزی رو ماسمالی بکنیم یا اینکه بخوام یه دکتر بریم یا بخوام قرص و دوایی. یه چیزی بخورم یه کرم بزنیم و سره حل بکنیم خب پس بنابراین توی این قسمت اولین کاری که من کردم که کاریه که همه ما باید بکنیم اول باید یه صورت کالب و شکافی بکنیم باید بفهمیم که این قضیه چیه از کجا داره میاد سورس اصلیش چیه خب سرس اصلی این برای اگزما میگیم امیون دیزیز امیون دیزیز امیون هم که سیستم ایمنی و دفاعی بنابراین چرا بهش میگیم امیون دیزیز برای اینکه بدن میاد خودش به خودش حمله میکنه به خاطر اینکه یک شیعی وارد میشه حالا چه میدونم شما میرین توی کلورین اون کلورین استخر روی پوستتون اثر میذاره یا نمیدونم یه لوازم آرایش استفاده میکنین یا پودر ظرفشویی پودر لباسشویی لوازم غیر ارگانیک بالاخره یا مواد غذایی که وارد میشه چیزایی که این هل میکنین اگر کار شما یه جوریه که با کمیکال سر و کله دارین چه میدونم مو درست میکنین توی آرایشگاه هستین تمام اینها یه مدلای میتونه این آلرژی یا زمانی که اینها کانتکت پیدا میکنن با بدن بدن نگاه میکنه بهش به عنوان یک شیء خارجی و عمله میکنه پس زمانی که بدن ما شروع میکنه حمله میکنه اینو بهش میگیم آرو امیون دیزیز یعنی بدن شروع میکنه انتای انفلمیتوری میسازه دور سلولهاش هی لایه میسازه که محافظت بکنه از این شیعی که از دید اون الان خارجی هستش خب پس در این زمان روی گلوبول های سفید که میدونیم که گلوبول های سفید ما هم چی هستن نقششون اصلا این هستش که در حال دفاع باشن یا در حال جنگ باشن در مورد ویروس و جرم و تمام چیزهایی که وارد میشه خب پس بنابراین این داستانش این هستش و بعد من متوجه شدم که خب پس چه چیزی میتونه اگر که من غذا میخورم فرزن گوجه فرنگی میخورم یا بادمجون میخورم این آلرژی حساسیت زیاد میشه و قرمز میشه و بیشتر حالت خشکی به وجود میاد یعنی که بدن شروع کرده آلرژی پیدا کرده روی یک سری از چیزها خب پس بعد از اینکه من شروع کردم دیترجن رو عوض کردم و نمیدونم لوازم آرایش همه ارگانیک شد و پودر لباسشویی و ظرفشویی و تمام اینا تغییر پیدا کرد و آب و فیلتر بستیم و آب نوشیدنی فیلتر شد و همه این داستان ها بعد اومدم ببینم که خب چه مواد غذایی داره این کار رو انجام میده یکی <تصفح> از چیزهایی که روی این مسئله خیلی اثر اص میذاره بهشون میگیم که شید ویچتبولز که اینا میشن یه خونواده ای هستن که خیلی روشون حساسیت پیدا میکنن تو این خونواده میشه پوتیتوز سیب زمینی tomatoes گوجه فرنگی eggplant و خونواده فلفل ها فرقی نمیکنه فلفل تند یا فلفل شیرین سبز قرمز تمام خونواده فلفل ها. پس این چهار تا سیب زمینی و گوجه فرنگی و بادمجون و فلفل ها اینا میشن توی این خونواده که یه سری برای یه دورانی برای ما, ما میتونیم روشون آلرژی پیدا بکنیم یکی دیگه مسئله گلوتنه گلوتن چه دوستان بارها از من شنیدین؟ گلوتن A پروتین یک تک پروتینی هستش که در ویت در گندم جو بارلی و اکثر گرین ها گلوتن وجود داره پس اون زمانی که من و شما به گلوتن آلرژی پیدا میکنیم و همونطوری که میدونین وقتی که سن ما میره بالاتر دستگاه گوارشی حساستر میشه خب پس بنابراین ممکنه من و شما توی 20 سالگی و 30 سالگی و 50 سالگی مونم چون دستگاه گوارشیمون قوی تر بود میتونستیم ویت نمیدونم نون گندم و نون جو اینا رو میتونستیم دایجست بکنیم ولی بعد از اینکه سن ما مقدار میره بالا دیگه بدن این قابلیت رو نداره در نتیجه وقتی که ما اینو میخوریم بدن شروع میکنه به عنوان یک شیء خارجی بهش نگاه میکنه به یک دشمن و شروع میکنه بهش حمله کردن خب پس این گلوتن و گلوتن سنسیتیویتی سنسیتیو بودن به گلوتن یا آلرژی به گلوتن خودش میتونه زمینه مشکلات پوستی حالا از قبیل اگزما و نمیدونم کهیر زدن و قارش زدن و سرایسز و فانگس و میتونه زمینه ی همه ی این داستان ها بشه پس در نتیجه من شروع کردم اینا رو قطع کردم خب حالا پوینت من اینجا چیه دوستان؟ پوینت من اینه که من تمام این چیزها رو یه دورانی ذهن من با اینا درگیر شد شاید اینه شاید اونه اینو قطع بکنم گلوتن دیگه نخورم این سبزی ها رو نخورم تو آب استخ نرم اینو نکنم اینو نکنم و یه دورانی من درگیر بودم این این مسئله اگزمام برای خودش میومد و میرفت تا اینکه همونطوری که, همطوری که میدونیم الان در لس آنجلس یک برنامه سرماخوردگی یه ویروسه که داره همینجوری میچرخه گشت و گذار میکنه و همه دارن هی میگیرن و به همدیگه میدن ما مفتادیم در این قضیه سرماخوردگیه بنابراین وقتی که من این سرما رو خوردم که خیلی حالت بدندرد و چیز بود روز دوم برگشتم به خودم گفتم که Wait a minute چه اتفاقی داره اینجا میفته اگر منی که به عنوان یک معلم دارم یک سری رو بهشون تیچینگ میکنم پس آیا خود من در این زمان دارم اون تیچینگ اون درسی رو که میدم دارم زندگی میکنم یا نه و متوجه شدم که نه خود من هم افتادم توی این قضایای زندگیه که اینه اونه چیه پس چه خیلی وقت دوستان این اتفاق میفته که ماهایی که معلمیم یا شغل معلمی داریم یا داریم تدریس میکنیم یا هر چیزی خودمون هم میفتیم توی قضایای اون درسا به جای اینکه عقب بشینیم و نگاه بکنیم و آگاهانه و هوشیارانه ببینیم که چه اتفاقی داره اینجا میفته پس زمانی که من خودم رو کچ کردم که <applause> چه اتفاقی داره اینجا میفته حالا اومدم به خودم گفتم که اوکی چی داره این قضیه اگزما رو به وجود میاره چی این سرماخوردگی رو به وجود اومده ذهن منه درسته؟ پس برای این ذهن ماست که تمام سناریو ها داستان ها رو میسازه این ذهن ماست که به ما میگه این ریالیتیه یا واقعیت و من به عنوان یک انسان میتونم این ریالیتی رو بپذیرم به عنوان واقعیت یا اینکه میتونم بگم نه این واقعیت نیست واقعیت من نیست پس اون زمانی که من هوشیار شدم که من هم افتادم در داستان‌های زندگی و این رو واقعیت به عنوان واقعیت شناختم خودم رو کشیدم کنار و گفتم که من این رو نمیپذیرم این اگزما مال کیه مال من نیست somehow somewhere حالا به خاطر جنریشن من بوده هر چی که بوده فامیل بوده کلوس بوده اون کسی که قبل از من زندگی میکرده توی خونه هر چیز و هر انرژی که هست مال من نیست و من اینو نمیپذیرمش این داستان سرماخوردگی چیه خب ذهن انسانی من به من میگه آقا همه سرما خوردن یه ویروسه که داره میچرخه همه هم دارن به همدیگه میدم خب تو هم افتادی تو این جریانه تو هم میگیری اما روز دوم سرما خوردگی گفتن من اینو نمیپذیرم حالا توی این قسمت ما داریم هی با این اون صحبت میکنیم دیگه دوستان دوروبرم که سرما و یکی از دوستان من که خیلی در این برنامه 20 سال توی مانکا بوده و با مانکا زندگی کرده و توی مدیتیشن و سکوت و سایلند مدیتیشن و این داستان ها ما با هم دیگه یک کامپرسیشن تلفنی داریم و ایشون به من میگه که من دو ماه و نیم درگیر این سرماخوردگی بودم همینطور خواهر من خیلی بعد مواظب باشی چون سه هزار نفر از این سرماخوردگی مردن و این ویروس خیلی خطرناکه حالا این چه پیامیه دوستان وقتی که من میشنوم این چیزها رو دو مرتبه ذهن من آیا این خبر یا این اینفورمیشن یک اینفورمیشن مثبته is it empowering می به من قدرت میده توانایی میده باعث میشه که من فلورش بکنم یا اینکه منو به من ضعف میده پس در اون لحظه من دوباره I catch myself چی داره میگه این آدم سه هزار نفر از این سرماخوردگی مردن به من چه دو ماه و نیم شما درگیر این سرماخوردگی بودی به من چه هیچ کدوم از اینا واقعیت من نیست در نتیجه من این رو به عنوان واقعیتم نمیپذیرم دوستان این مسئله العاده مهمه اگر شما بتونین این رو بگیرین توی همه کار و زندگیتون موفقی برابر این, این, روز دوم سرماخوردگی منه که من باید در توی تخت خواب باشم نایت کویل بخورم استراحت بکنم اما چیکار کردم پشتم شال و کلا کردم لباسم پوشیدم دستمال و کرینکس و همه چی شروع کردم حرکت کردم یک چیزی یک مریکال در موومنت در حرکت اون موقع که من و شما حرکت میکنیم چیزها این یونیورس هم با ما به حرکت میفته موشن شروع میشه پس اولش که من دارم را میرم چس، چستم درد میکنه بدنم درد میکنه پشتم درد میکنه احساس میکنم یکی گرفته یه فس منو زده اما مرتبا من به خاطر خودم میارم که نه این درد من نیستم این سینه درد مال من نیست مال هر کسی دیگه که هست من اینو به خودم نمیگیرم من اینو به خودم تعلق نمیدم پس همینطور که حرکت میکنم حالا یواش یواش با حرکت کردن من ذهن من و تصویر ذهنی من تغییر پیدا میکنه بنابراین بعد از چندین دقیقه راه رفتن و نپذیرفتن این درد بدنی حالا من رفتم تو یک ستیت دیگه دوستان این ستیت هایی که ما توشون میریم فوق العاده مهمه یعنی وقتی من تو اون استیت ناامیدی و ضعف و من نمیتونم و من قابلیتشو ندارم میفتیم ما میریم داون هیلز ولی اون موقعی که ما میفتیم توی یه استیت قوی که ایمپاورینگ به ما قدرت میده توانایی میده وی شود و اون استیتی که شما باید 24 ساعته مراقب باشی What state am I in؟ چه استیتی من توشم؟ اگر از ضعف و ناتوانی میاد بلافاصله فاصله باید سویچ کنم و خودم رو بنزم تو اون استیتی که قویه و توانایی دارم پس بعد از چندین دقیقه راه رفتن نپذیرفتن سرماخوردگی و مریضی و درد و بیماری من افتادم توی استیت بعدی حالا مغز من شروع کرده مثل یک تیپ ریکوردر داره به من پیام های قوی بودن میده خودش داره یه منترا برای من درست کرده که من توانام I'm strong, I'm great. I can do it. تمام چیزها همینجوری شروع کرده، پرات کرده به بیرون و همه مساجهایی که من سالمم، من توانام، من قدرتمندترین شخص روی کره زمین هستم، من مثبتترینم، من بهترینم. من هر چیزی رو که ذهنم فکر بکنه در همون لحظه و در همون زانیه اتفاق میفته و میتونم انجام بدم. همه چی خوبه، زندگی زیباس. و و و و, و, و. خب پس بنابراین برای یک ساعت یه ساعت خورده ای من دارم راه میرم و این اموشنه میاد و همین جوری که این منتراهای مثبت میاد که من سالمم من موفقم من بهترینم من توانایی همه کار رو دارم تمام این چیزها ستیت من که عوض میشه حالا اون انرژی داره شیفت میشه این انرژی داره هی مثبت میشه و بعد نفسای من که اول شلوه به خاطر اینکه دماغم گرفته و موکس دارم شروع میشه اون انرژی که بدن رو گرم میکنه و شروع میکنه وایبریت میکنه حالا با این منترای مثبت وایبریشن من داره میره بالا اوکی پس در نتیجه به خاطر حرکته به خاطر موومنت اکشن منشای مثبت الان بدن من کاملا گرم شده حالا یکی یکی من شال در میارم نفس یواش یواش عمیق تر میشه من شروع میکنم یه چند تا صرفه میکنم و عدسه میکنم و این موکسا کلیر میشه و من عمیق تر و دیپتر نفس میکشم و هر بار که میام عمیق و دیپ نفس بکشم اون چسپینه خودشو نشون میده یا دل درد خودشو نشون میده بلا فاصله من میگم که این من نیستم این به من تعلق نداره به هر کی تعلق داره من اینو نمیپذیرم پس خودم رو از اون درد و بیماری و انرژی منفیه جدا کردم خب روز اول گذشت روز دوم یکم بعدن در روز سوم سرماخوردگی و تمام مشکلات و نمیدونم اگزما و همه این چیزها تموم شد What's my point? پوینت من اینه دوستان که همه چی رو ذهن من و شما میسازه این بدن فیزیکی رو ذهن من و شما میسازه پس امروز در این لحظه شما میخواین بشینیم پیش خودتون فکر بکنیم اوکی این ذهنه تا حالا هر چی که ساخته ناتوانیایی بوده ترس بوده انگزایتی بوده وحشت بوده من هیچ وقت هیچی نمیشم بوده نمیدونم من رو پای خودم نمیتونم وایسم بوده تو موقعیت خراب این شرایطتون خرابه فکر کردین تنها این فکر کردین ناتوان این فکر کردین نمیتونین هر چیزی که این ذهنه برای شما ساخته و باور شما شده در این لحظه شما تصمیم میگیرین که قطعش کنین این یه لحظه جدیده و این لحظه پر از پاسیبلیتیه موقعیت سوالی که شما از خودتون میپرسین اینه که من حالا میخوام کی باشم اگر که شما هیچ محدودیتی ندارین که در واقع من و شما انسان ها محدودیتی نداریم تنها چیزی که اون محدودیت رو به وجود میاره چه ذهن من و شماست پس اگر که من این ذهن فضول یا این عقل فضولم رو کاتش بکنم در این لحظه و متوجه بشم که تمام پروگرامین و باورهایی که این تعالی به من داده اشتباه و غلط بوده حالا من تصمیم میگیرم چویسز ما در هر لحظه انتخاب میکنیم پس در این لحظه شما انتخاب بکنید که شما کی میخوان باشین و طبق اون پروگرام حالا تمام صحبت که شما میکنین میخواین در این لحظه باشه در این لحظه باشه یعنی چی؟ یعنی اینکه که نگین که من میخوام موفق باشم وقتی شما میگین من میخوام موفق باشم این دو تا اشکال داره یکی این که دارین در آینده صحبت میکنین آینده ای که وجود نداره و واقعی مشکل دومش وقتی میگین من میخوام موفق باشم یعنی شما خودتون رو از موقعیت از موفقیت دارین جدا میبینین پس اون سپریشن یا جدایی دو مرتبه مشکل میاره پس تمام چیزهایی که من میخوام در این لحظه وجود داره من موفقم. من موفق ترین شخص روی کره زمینم. چقدر شما اینو باور داریم اگه من به شما بگم ده صد درصده، و یه کم کمترینه، شما چقدر باور دارین که شما حالا موفق ترین آدم روی کره زمینم بذارین که انسان موفقی هستین اون شک و تردید ها باید از بین برن چون اگر از یه طرف شما منترا میگین من موفقم ولی بلافاصله فاصله بعدش دارین فکر میکنین که کیو داری گول میزنی و تو که هیچ وقت هیچ کاری نکردی و هیچ چیزی طبق مرادت پیش نرفته و همه کار رو شروع کردی و بعدش ول کردی اینا دارن زد و نقیز کار میکنن شما نمیتونین میکس مسیج بفرستین You can't afford it پس پیام شما باید واضح کلیر مشخص شفاف و باید در این لحظه باشه من موفقم من اعتماد به نفس دارم من ثروتمندم من هر کاری که تصمیم میگیرم در همون ثانیه خودش رو منفست میکنه و نشون میده کارهای من مثل سا اقربه ساعت سر ثانیه و دقیقه انجام میشه به راحتی بدون هیچ مشکل و هیچ دشواری اوکی پس این شخص رو شما میسازین اگر که شما این قابلیت رو دارین نمیخوان که بهترین کسی که میخواین بسازین بهترین ورژن خودتون رو بسازین به بقیه هم کاری نداشته باشین چون ما هیچ وقت در مسابقه با دیگران نیستیم مسابقه اصلا یه انرژی منفیه دوستان شما بهترین خودتون رو بسازین اون چیزی که شما دوست دارید حالا قبل از اینکه شما میخوان به هدفتون برسین اولین چیزی که شما لازم دارین چیه؟ امروز یه سشن داشتم داشتم با که صحبت میکردم گفتم اولین چیزی که شما لازم دارین به هدفتون برسین چیه؟ و افراد میگن اراده است حس خودکمبینی نداشتنه نه اینا کاز نیستن اینا افکت هم. اولین چیزی که من لازم دارم برای اینکه به هدفم برسم کلریتی کلریتی حضور ذهن روشنایی و شفافیت چون اگر شما ندونین از این نقطه A ای تا نقطه Z چی باید باشه کجا دارین میرین یک میلیون جاده فرعی اینجا وجود داره یک میلیون انتخاب اینجا وجود داره پس اگه شما اون کلرتی یا حضور ذهن رو نداشته باشین میرین اینجا بعد میگین دو سال این رشته رو خوندم نه من که این رو نمیخواستم چرا بی خودی اینو خوندم اونو میخوام بخونم اونو میخوام بخونم این کار میخوام بکنم نه این کارو که دوست ندارم میفهمین پراجکت ها ناتموم میمونه شروع میکنین قطع میکنین شروع میکنین قطع میکنین شروع میکنین قطع میکنین and guess what? هر بار که شما یه کاری رو شروع میکنین و نصف کار ولش میکنین این اعتماد به نفس شما رو بالا میبره یا پایین میاره آیا شما به شکل موفقیت بهش نگاه میکنین is this an achievement یا یه کاریه که یه نتیجهی که بهش نرسیدی پس بنابراین شما نمیخوان هی کارو رو شروع کنین و قطع کنین چقدر مگه میخواین زنده باشین چرا میخواین دور خودتون بچرخین پس با کلریتی و حضور زن وقتی مشخص میشه که دیس برایم نقطه A اونم نقطه بیه که من میخوام از A به B برسم اون بی دقیقا چیه وقتی بی مشخص شد شما حالا یه راه صاف میکشین از A تا B انقدر دور خودتون نمیچرخین و انقدر وقت تلف نمیکنین حالا برای اینکه بخواین از A تا B برسین بعد از اینکه کاملا مشخص شد که شما چی میخواین یه سلی وسیله لازم دارین درسته شما شهامت میخوان معلومه اعتماد به نفس میخوان معلومه مثبت بودن میخوان اینا یه سری وسیله است و اون وسیله ها در همه ما انسان ها وجود داره هیچ فرقی بین من و شما و اون یارو که جینیسه و اون یکی که نمیدونم هیچ فرقی نمیکنه تنها فرقی که بین ما انسان ها هست اینجا خلاصه میشه که من و شما انتخاب میکنیم که چی رو استفاده کنیم درست این زندگی دوستان مثل یه بوفه غذا میمونه شما میرین سر میز از این سر تا اون سر میز چیز چیده شده غذای خوب هست سالم هست سالات هست سبزی هست پنیر هست خورش پر از روغن و سرخ شده هست همه چی هست و انتخاب صد درصد شما با شماست هیچ کسی هم هیچی رو به زور تو بشقاب شما نمیکنه. اگرم کس خواست به زور چیزی تو بشقاب شما بکنه شما نباید بپذیرین چون بشقاب شماست درست شد؟ پس بنابراین این شما این که در 24 ساعت تصمیم میگیری همینی که شما از صبح پا میشین و فکر میکنین که امروز روز خوبیه یا روز بدیه شما دارین تصمیم میگیری آقا یه اتاق فرمان این تلفن ماست های. کجا رو باید بگیریم آقا یسی کجا رو باید بزنیم سپیکرمون کجاست Speak <applause> لاین بالا. هلو <Hello>? بله. قد <applause> کنم؟ اوکی. Okay. قد شد؟ اوکی. آها، اسپیکر رو ما تازه پیدا کردیم. خب، بله. اوکی. <applause> <applause> <Okay. تصفيق> Hello? Hello? یا yeah, من مشکل تلفنی دارم آها شماره استودیو رو آقای اسی عوض کرده 532 61 11 <coughs> خب پس برمیگردیم به مسئله گول ستینگ اوکی okay. پس متوجه شدین دوستان که اول برنامه که من شروع کردم گفتم که اگر که هدف شما کاهش وزنه اضافه وزنه به هیکل دلخواه رسیدنه محبوبیت شهرت نمیدونم ثروته گفتم فرقی نمیکنه که گل شما چیه چیزی که مهم هست اینه که شما این ذهن انسانی شما چه جور فکر میکنه شما با چه پروگرامی دارین کار میکنی درست شد؟ اوکی خب حالا بیام فکر بکنیم که شما میخواین گل شما کاهش وزنه برای اینکه شما بخواین وزن کم بکنین یا برای اینکه شما بخواین به هیکل دلخواهتون برسین چی احتیاج دارین؟ اولین چیزی که شما احتیاج دارین اینه که شما باید خودتون رو دوست داشته باشین شما چه احساسی نسبت به خودتون دارین؟ اون زمینه اصلی همه این چیزاست نه اینکه شما چند روز در هفته ورزش میکنین چند تا جامپینگ جک میکنین وزن بلند من ترینرم دوستان تمام عمرم ترینر بودم کارم اینه ولی بعد از سی سال متوجه شدم که تمام این که من چقدر وزن میزنم چقدر پروتئین میخورم چقدر کارب میخورم اینا کاز نیستن اینا افکتن کاز چیه؟ How do I feel about myself? من چه احساسی نسبت به خودم دارم؟ اون مهمه چون اگر من خودم رو دوست نداشته باشم اگر در بچگی من در کودکی من در تینجری من این بلیو من شده که تو ارزشی نداری من به هیکل دلخواه نمیرسم هی hey میرم دور میزنم هی hey روی دیتور میرم امروز میرم کفش آدیداس اینجوری میخرم فردا میگم شروع میکنم پس فردا پامو پیچ میدم پس این فردا میگم حالا شاپینگ نتونستم بکنم از دوشنبه شروع میکنم چرا؟ چون من باید خودم رو دوست داشته باشم من باید خودم و همونی که هستم بپذیرم به قول وین دایر میگه ما نیومدیم تو این دنیا که هی کار بکنیم خودمون رو یه شکلی درست بکنیم که دوست داشته باشیم این بادیه رو همه چی برعکسه ما اول باید خودمون رو دوست داشته باشیم ما باید این بادیه رو دوست داشته باشیم ما باید این رو صد درصد بپذیریمش بعد داستانهای دیگه حل میشن اوکی؟ پس اولین چیزی که من بتونم به هدفم برسم برای کاهش وزنم باید خودم رو دوست داشته باشم دوم باید خودم رو بپذیرم نظر هیچ کسی در این دنیا مهم نیست Who cares؟ که دیگران چی فکر میکنن؟ من خودم رو با همین پکج و شکل و فرمی که اومدم دوست دارم با همین شکلم میپذیرم و من هیچ تغییری نباید بکنم من همینی که هستم خوبم من کاملم هیچ عیب و نقصی در من نیست اگر شما عیب و نقصی در خودتون میبینین بدونین که اون بازی ذهن است و توی دام اون نیفتین چون از نظر سپرچولی من کاملم اسنس اصلی من مثل کریترمه مثل خالقمه مثل خداست من کیم؟ عشق و نورم این اسنس اصلی منه حالا اینکه وزنم 100 کیلوه یا 50 کیلوه یا قدم بلنده یا پایینه یا چشمم کجه یا دماغم کجه irrelevant هیچ کدوم از اینا من نیستم پس من کیم هر وقت یادتون رفت شما کی هستین به خودتون یادآوری کنین من عشق و نورم این اسنس اصلی منه وقتی که من عشقم از عشق میام عشق پروجکت میکنم اکوردنگ تو لاو اترکشن یا کارما کازن افکت اون چیزی که من میدم بیرون برمیگرده به من در نتیجه اگر تمام فایبرهای من عشقه و من عشق رو پروجکت میکنم بیرون این یونیورس هیچ شانس دیگه ای نداره مگر اینکه عشق رو به من برگردونه درست پس اگر شما در بیرون نامهربونی میبینین اگر صدمه میخورین اگر آدم باتون بد میکنن یعنی چی؟ یعنی وجود اصلی شما اون عشقی که شما هستین رو فراموش کرده شما جدا شدین از اسنس اصلیتون پس برگردین به اسنس اصلیتون روش اوکی پس قضیه خیلی ساده است وقتی من خودم رو دوست دارم وقتی خودم رو میپذیرم وقتی متوجه میشم که من فقط عشق و نور هستم من کاملم هیچ تغییری در من قرار نیست اتفاق بیفته کاری قرار نیست من انجام بدم چون با بودن من با اسنس اصلیم یکی شدن همه داستانهای من حل میشه اون زمانی که من با وجود اصلیم می یکی میشم و در جریان زندگی میافتم وزن من خود به خود جا میفته دوستان این اینتلیجنتی که این جهان هستی داره بهتر از من و شما میدونه که وزن من باید 120 کیلو باشه یا باید 120 پاند باشه اون میدونه اگر که شما و من به جای اینکه هی به سختی پدول بزنیم خودمون رو تو جریان زندگی بندازیم وزن ما دقیقا میره اون جایی که قراره باشه بدون هیچ سختی اوکی؟ پس بنابراین برای اینکه شما به این هدفتون برسین خیلی واضح شد شما روزانه یه ورزشی میکنین اونم برای اینکه این, که این بدنی که به عنوان یک هدیه بهتون داده شده این رو ازش تکر بکنین شما غذای خوبتون رو میخورین آبتون رو روزانه میخورین ساپلمنتتون رو میخورین تمام کارتون رو انجام میدین اما متوجه هستین که مهمترین چیز اینه که من در چه استیتی هستم اگر که ما در استیت جوی و بلس هستیم اگر که من مرتبا خوشحالم از تمام کارام که انجام میدم لذت میبرم اگر که من با عشقم همه چیز رو با عشق میبینم وایبریشن من بالاست در نتیجه چی میشه؟ این یونیورس هم باید طبق اون وایبریشن من باید مچاپ بکنه اگر که من مرتبا راضیم اگر مرتبا میگم خدای شکرت خدای شکرت به خاطر سلامتیم خدای شکرت به خاطر دیدم خدای شکرت به خاطر این جایی که به من دادی شب بتونم سرمون بذارم که فعلا مال منه خدای شکرت 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 هرچی بیشتر من توی این استیت میرم انرژی من پازیتیو میشه و با قدردانی کردن من این یونیورس همه مرتبا بیشتر به من میده خب این یونیورس مرتبا داره با ما کامینیکیت میکنه من مرتبا میگم خدایا من راضیم تو استیت جوی و بلسم خدایا من عاشق زندگیم خدایا من عاشق تمام مردم و کریچر و هر چیزی که نفس میکشه تو این کره زمین من عاشق همه چی هستم این یونیورس هم همه چی رو برمیگردونه به ما درست شد چه موقع دوستان مشکلات ما شروع میشه وقتی از این ورتکسه میافتیم بیرون و هر زمانی که ما متوجه میشیم کچ میکنیم خودمون رو که حالمون بده انگزایتی دارم استرس دارم دارم بالا و پایین میشم متوجه میشم این احساس کیه این انگزایتی من نیستم این دیپرشن من نیستم و من این رو نمیپذیرم در نتیجه چیزی به ما داده نمیشه که ما نپذیریمش وقتی من و شما اینها رو نمیپذیریم برمیگرده به فرستنده اوکی؟ دوستان وقت برنامه تموم شد مرسی از اینکه تا این لحظه با من بودین برنامه ها میره روی فیسبوک فیسبوک هم که سودی از برنامه به ترتیب آخر گذاشته میشه فیسبوک اولین پیج پیزا نفرش پره لطف کنین به فیسبوک فن پیج من برین و همینطور angels of light برای دوستانی که میخواین سشن خصوصی با من بگیرین چه برای پرسونال ترینینگ چه برای لایف کوچینگ تو زندگیتون موندین هر داستانی که دارین لطف بکنین به سودی یکی از ایمیل های منه سودی s u d i b u r n e t t میتونین ایمیل بزنین یا اینکه شماره تلفن 310 877 7574 برای من پیام بذارین با آرزو عشق و بهترین ها تا سه شنبه آینده از تلویزیون امید ایران I love you در دفتر اکسپرت وان کلیه خدمات بیمه را به شما ارائه می دهیم. بیمه عمر، سلامتی، بازنشستگی، اداری، کارمندی و املاک شخصی و تجاری. اکسپرت وان تمام وسایل نقلی